امروز شنبه همزمان با روز جهانی حقوق بشر، صدها نفر از ایرانیان مقیم بریتانیا بار دیگر با برگزاری راهپیمایی خواهان برخورد قاطع دولت این کشور با حکومت ایران شدند. این راهپیمایی از چرخ و فلک عظیم لندن، معروف به چشم لندن، به سوی دفتر نخست وزیر بریتانیا حرکت کرد. پناه، هر شنبه شماره داریم از لندن، ولی آیا با این ادامه اخیر و احکام جدید شلوغ‌تر شده لندن؟ راهپیمایی ها یکم برامون بگو. دقیقاً اتفاقی که افتاده، من دیروز با برگزار کنندگان که صحبت می‌کردم، با توجه به کاهش شدید دما می‌گفتن که ما اگر بتونیم همون جمعیت هفته قبل بیاد ما به هدفمون رسیدیم. ولی واقعیتی که وجود داره، همونجوری که اشاره کردی، بحث اعدامی که اتفاق افتاد باعث شده که این بار با اینکه هوا به شدت سردتره، ولی جمعیتی به مراتب بیشتر بیاد و هم از طرفی جمعیت بیشتر اومده و هم از طرفی سازمانیافته تر. شما شعارهایی که میبینید، الان ما دقیقا جلوی دفتر نخست وزیر بریتانیا هستیم و بیش از 1500 نفر میشه گفتش که اومدن، و اگر شما جمعیت رو ببینید تا چشم کار میکنه، جمعیتی هستش که از گروه های مختلف اومدن. همونجوری که گفتم و همونجوری که میبینید، عکس قربانیان، عکس زندانی ها در دستان هست و مشخصا چیزی که امروز شنیده میشه تکرار این خواسته است از دولت بریتانیا برای برخورد با دولت ایران و مشخصا اخراج سفیر بریتانیا، سفیر ایران در بریتانیا. و سخنرانی ها به زبان انگلیسی هست، به زبان فارسی هست. آن چیزی که به زبان انگلیسی هست، با توجه به اعدام محسن شکاری، اون رو دارن به عنوان یک دلیل و یک در واقع نکته‌ای که باید دولت بریتانیا این رو جدی بگیره. و لیست افرادی که با حکم اعدام، هر آن ممکنه که حکم اعدامشون اجرا بشه، این نگرانی هست. و اتفاقی که افتاده اینه که بحث اعدام‌ها در رسانه‌های داخلی اینجا هم مثل روزنامه گاردین بازتاب داشته و بحث اعدام یه خورده این موضوع تجمع‌ها رو از سیاست فراتر برده و این باعث شده که همدلی بیشتری حتی از طرف غیر ایرانی ها در همایش امروز ببینیم.